بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستین خوش آمدین دانش آموزای گرامی دختر و پسرای جوان فیزیک صنف دوازده هم هست برنامه مکتب تمدن امیدوار هستیم که حال همه شما خوب باشه و پر انرژی باشین مثل روزهای قبلی امروز هم حجت محمدی در خدمت شماست با یک موضوع بسیار عالی آخرین نکته در واقع فصل حرارت درس حرارت قانون وین را مطالعه کردیم کاربردش هم بررسی کردیم مفهومش هم بررسی کردیم خیلی عالی بود خوشمان آمد و آخرین قانون قانون استفان بولتزمن هست که در واقع شعی توان تشعشع رو بررسی میکنه توان تششو چی است یعنی یک جسمی که تشعشع میکنه تشعشع زیاد میشه چی وقت زیاد میشه؟ زمانی که درجه حرارتش زیاد شن مثلا شما بخاری دیدین بخاری وقتی گرم میایه شروع میکنه به تششو. خیلی گرم در میایه تششوش چی میشه بیشتر و شما از اون فاصله میگیم پس هر جسمی که درجه بره بالا تششوش هم چی میشه بیشتر میشه هرچی جسم داغتر تششوش هم بیشتر ما میخوایم توان تششو رو برسیم یعنی انرژی فی واحد زمان توان یعنی همین دیگه انرژی فیواید زمان خب قبل از اینکه من ببرم سراغ درس به شما بگم کتابچه و قلم دارین آی ماشاءالله توی که اونجا ششتی تو نداری ها تو رو میگم برو کتابچه و قلم تا بیار ها ها تو رو میگم برو بیار بارک الله آفرین اینا کتابچه و قلم بیار که مقبول درس یاد بگیری پای درس فیزیک که ششتن باید آماده باشین هم جسمن هم روحن پس بریم سراغ درس قانون استفان بولتسمن قانون چی استفان بولتمن یک بار بین روی مانیتور تمافون رو به صورت کلی به شما بگم تا راحت درک کنین قانون استفان بولتسمن چی میگه؟ استفان یک دانشمند است بولتسمن دگه دانشمند است پس این قانون رو هر دوتا با هم کشف کردن یک جسم داغ داریم یک جسم چی داریم؟ داغ جسم داغ یعنی چی از خود تشاشا میکنه فرض کنی یک آفتاب است فرض کنی یک گروپ است فرض کنی یک شم است کار نداریم یک جسم داغ است خب حالا من جسم داغ را سیاه مطلق میگیرم چی میگیرم؟ سیاه مطلق حالا شما بگو ذریع به جذب سیاه مطلق چند است؟ یک آفرین درود بر شما حالا من میخوام از یک قسمت از این که یک در یک هست یعنی مساحتش هم باشه چقدر؟ یک متر مربع ببینم که چقدر انرژی در یک ثانیه از این جسم داغ چی میشه؟ تشعشون میکنه به طرف بیرون همین رو قانون استفان بولتسمن بررسی میکنه میگه این توان تششو که به آر نشان میدیم با توان چهارم در جرار رابطه مستقیم داره حالا اگر من توان را به شما در نظر نگیرم ساده بگم در حرارت بیشتر تشاشه بیشتر ردیشن بیشتر اما این توان چهارم است یعنی چی یعنی با توان چهار یعنی در حرارت زیاد شد تشاشه خیلی زیاد میشه تششو خیلی زیاد میشه توان چهارم خورده مثلا اگر این دو باشه در جاره دو ب... واحد تغییر کنه دو به توان چهار میشه چی 16 شدت تششع توان امی... تششع 16 مرتبه افزایش پیدا میکنه این رابطه را پیدا کردن این دو تا دانشمند بس به صورت کلی فهمیدیم که توان تششو یعنی همین که انرژی که از از این سطح میایه به طرف بیرون در واحد زمان در یک ثانیه با توان چندم در جراد رابطه داره توان چهارم یاد گرفتین ریکالا. خب حالا این رابطه رو را می‌خوایم به یک مساوات تبدیل کنیم اینا یک ضریب ثابت کار داره و این ضریب ثابت اینا سیگما خنده میشه سیگما 5.67 ضرب در دو منفی 8 وات متر به توان دو کالوین به توان چار هست خب 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 بیاین یعنی روی تخته سفید که بخوایم خوبتر برای شما بگم که داستان چی است ببینین بچه های خوب اگر ما یک جسمی را داشته باشیم که ای -E چی کنه؟ تششو کنه انرژی حرارتی رو چی نشان میدادیم کیو درست است؟ و کیو نشان میدادیم دیگه در زمان یک واید زمان این میشه انرژی انرژی تششو به صورت تششو این چی میشه؟ زمان انرژی فی واحد زمان میشه توان توان را به آر اینجا نشان داریم به حرف آر یعنی چی؟ یعنی توان شد چون تششع از ردیشن گرفته شده این را به آر نشان دادیم که یعنی این ردیشن است شد خب حالا اگر مساحت جسم ما باشه یک متر مربع چقدر باشه؟ یک متر مربع و این جسم ما یک جسم سیاهی مطلق باشه که یا سیای مطلق گفتیم که جذب و نشرش چند است یک هست دیگه نه تشش مثل آفتاب الان خب در این حالت تحلیلی که ما داشتیم این قسمت است این توان تشش با توان چهارم در جرات رابطه چی داره مستقیم داره توان چندم این خودش سوال کانکور بوده گفته توان تشش با توان چندم در جرات رابطه داره شما میگین توان چندم توان چهارم خب اگر بخوایم رابطه ای که پیدا شده توسط این دو دانشمند بزرگوار را یک معادله تبدیل کنیم یک چی کار داریم ثابت حالا این سیگما میمانیم یا مثلا دلتا میمانیم فرق نمی کنم کتاب شما دلتا گرفتم این سیگما در سمبول های بین المللیش. سیگما حرف یونانی است این سیگمای کلانش هست، این سیگمای خرد است خب این ثابت مساوی بود 5.6 7 در دوتان منفی 8 وات متر به توان دو کالوین به توان چهار. ثابت است به نام چیات میشم؟ به نام ثابت استفان بولتمن این دو دانشمند هم دیگر هم نمیشناسن <applause> بنده های خودم اردودای قانون رو پیدا کردم خب حالا نکته ای که خیلی مهم است نکته مهم این نکته را چرا مهم تلقی میکنیم؟ به این دلیل که در کتاب مکتب باز هم میگیم این کتاب گنگ است زبان نداره که بیاد برای شما تحلیل بکنه و شما وقتی میخوانید درک نمیکنید میای دوباره آمده فرمول رو دوباره به این شکل مجددا تحریر میکنه میگه آر مساوی است با اینت یک صفحه دیگه به این شکل توان بود توانی جذب زریب مساحت جسم از ثابت تناسب و درجه حرارت خب این هم توان تششست این هم توان چی هست؟ توان تشش توان بچه انرژی فی واید زمان واید انرژی چی هست؟ جول واید زمان چی هست؟ سیکند جول بر سیکند چی خانده میشه؟ وات خب پس توان تشش وات هست واحد توان تشش چی است؟ در اس آی وات هست اما برخی از عزیزایی که تدریس میکنن من شنیدم در مکاتب اینجا گفتن که مثلا این فرمول غلط است این درست است نه اگر این غلط باشه که چرا در کتاب مکتب بیارنش اگر این غلط باشه چرا باش مثال کار میکنه اگر این غلط باشه چرا یک ساده ما تحلیل میکنیم هیچ حرف رو نباید بزنیم باید تحقیق کنیم که فرق بین دوتا چی خیلی ساده است فرمول و رابطه که پایین نوشته کردیم این حالت عمومی است این چست عمومی هست یعنی برای تمام اجسام داغ که تشعشع میکنه صدق میکنه اما این بالایی که اینجا نوشته شده این خاص هست این خاص هست این از این معادله ما در حالت خاص است چه خاصیتی داره ای؟ نه کدام <تصفح> تحلیل مساحت ما یک واحد و ضریب جز با نشل ما یک واحد اما این برای حالتی است که ضریب جزب هم خلاف یک میتونه باشه مساحتم هم میتونه خلاف یک باشه یعنی میتونه دو باشه، سه باشه، پنج باشه این ای از یک بالا نمیشه، سفرش هشت باشه، سفرش پنج باشه، فرقی نمی کن. خب، حالا اگر این فرمول مومیست دیگه اگر ما برای حالت خاص در نظر بگیریم ضریب نش را یک بگیریم مساحت را یک بین یک زب در یک یک نه آیا این فرمول بالایی شد؟ اه؟ چون جالب استاد این که همو یکه خب بله همو چون اینا اضافه بودن سخت بود برای ما بدون در اینا را ثابت در گرفته بودیم یک واحد که شما تمام تمرکزتان روی ای تحلیل بره که هدف کلی از توان تششو با درجه حرارت با توان چهارمش رابطه ای چی داره مستقیم این تحلیل مخاصم یاد بگیریم بعدا شاخ و برگایش چی میکنیم اضافه می میکنیم پس هدف کلی این بوده نه اینای که حالا ما برای شما گفتیم پس این فرمول بالا برگرفته شده از همین پایینی دیگه فرق نگیم که اون فرق, فرق داره این فرق این واحدا رو نمیده این واحدا رو نه اون گپ نیست یه یعنی هم همون داستان هستن ولی حالت خاصش هست اون یکی خب پس فهمیدیم که هر قدر درجه حرارت جسم داغ بیشتر بشه توان تشعشعش چی میشه بیشتر میشه بریم روی مانیتور باز برگردیم یک مثال هم از این کار کنیم خب ببینین ما دیدیم که چی رقمی اینا از این و از این این فرمول تحلیل شد و حالت کلیشم هم اولای مثلا این ترمومترهایی است که تشعشع میکنن در جرات را بررسی میکنن که از طریق قانون وین بررسی میشه از تشعشعی که بهش میرسه از رابطه استفان بولتمن میبینیم که هر جسمی در درجه حرارت تشعشع میکند در درجه حرارت می میکند مانند تشعشع ستاره ها یعنی در یک درجه حرارت هر جسم تششو میکنه مانند تشعشع چی ستاره ستاره ها که نورش به شما میرسه تشعشع میکنه تشعشع بدن ما همین الان پیشتر ترمومتر دیدین ترمومتر که در زمان کرونا استفاده میشد و از طریق تشعشع بدن ما در جهارت هم و هر چیز دیگری مشابه تشاشوی جسم سیاه است با این که هیچ کدام کاملا جسم سیاه نیستن که ما دیدیم حالا اگر جسم سیاه نباشه ذریب جذبش یک نیست فرمول عمومی هم برش داشتیم بیا این برای حالتی است که جسم سیاه نباشه دیگه بیا یعنی ذریب جذبش یک نباشه وقتی یک نباشه در فرمول میتونین بانین مساحت اگر یک نباشه میتونین بانین و فرمول شکل کلیتر را و خود میگیره حالا ارگو جس در هنگام انتشار انرژی تششعی مقدار انرژی تششعی نگه دارد یعنی تمامش را نشر نکنه در این صورت انرژی تششعی جسم از تفاضل انرژی خروجی و ورودی به دست می آید یعنی چی خب تفاضل انرژی خروجی و ورودی به دست می آید درست هستم خروجی و ورودی این خروجی و ورودی مثلا شما تفاضلشون رو در نظر می گیره. فرمول که هم فرمول است ضریب جذب جسم یک چیز است مساحتش یک چیز است ثابت همین چیز هست فقط در جهرات ها تغییر کرده پس در جهرات بیرون و داخل رو تفاضلش میگیریم با توان 4 هستم بریم یک مثال کار کنیم روی تخته سفید خب بیاین قانون استفان بولتمن مساحت جسم داغ ما از دو متر مربع ضریب نشرش 0.5 که واحدم نداره درجه حرارت جسم داغ ما 100 کالوین ثابت هم داده توان تششو یعنی چقدر انرژی در یک ثانیه از این جسم به شکل تششو بیرون میشه خیلی ساده خب ما داشتیم که آر مسایست اپسیلون ای سیگما تی به توان چار اپسیلون ضریب جذب ما سفر 5 پنج بخواییم کسری نوشته کنین چند نوشته میکنین؟ یک بردار درود بر شما من ساعت ما دو متر مربع سیگما ثابت تناسب 5 اشاره 6 ضرب در 10 به توان منفی 8 وات متر به توان 4 کالوین به توان 4 تی در جهر را صد صد علمی نوشته کن ده به توان دو کالوین کل به توان چند؟ کل به توان 4 به به همه چیز آماده است اول شما سوال میپرسیم وایدی توان تشار چی بود؟ وایدی توان 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 وات 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 بیا طرف کالوین به توان 4 با کالوین به توان 4 چی شد خط زده شد متبه توان دو با متبه توان دوم خط زده شد فقط چی مانده؟ وات پس تا به این جای کار از نگاه واحد خاطر ما جمع است درود بر شما بریم سراغ اعداد این دو با این دو هم که خط زده شد به به چی مانده؟ یک عدد مانده به این شک نوشته میکنم پنج اشار شش هفت چار زب در دو توان در توان دو, دو مانده دیگه چهار زب در دو هشت با هشت چی شد؟ این هم رفت این هم که رفت پی کار خود 5.67 وات حالا چی معنا؟ یعنی 5.67 وات خودش چی از جوله بر سیکند یعنی این جسم ما که مساحتش دو متر مربع است و با این زریب نشر است درجه هاتش سد کالبین است و خیلی هم سرده است باز هم در این درجه حرات سد تششو میکنه 5.67 جول انرژی را در یک ثانیه چی میکنم میکنه ما گفتیم که تشعشع حرارتی بالا در درجه بالاتر صفر مطلق صورت میگیره خود صد کالوین است که تقریبا منفی 173 درجه سانتیگراد است خب دوستان گرامی این هم قانون وین تحلیل های قانون استمای ها بولتمن این تحلیل های دیدم و فصل حرارت هم به خوبی و خوشی به اتمام رسید فصل چندم بود چهارم بود یعنی احتزاز خوانده شد امواج خوانده شد خواص مواد خوانده شد حرارت خوانده شد دو تا دیگه مانده اتم و هسته که دیگه با فیزیک کلاسیک میخوایم خدا فیزیک کنیم اما می‌خوایم به شما یک چیز بگیم فیزیک کلاسیک خلاص شد اتم و هسته وارد فیزیک مدرن میشن یعنی وارد دنیای بسیار جذاب دیگه میشن فیزیک مدرن فیزیک چی فیزیک مدرن تا درس بعدی که بخوایم با فیزیک مدرن به خانه های شما برگردیم، خداوند یار و نگهدار شما.